روز میفرستم به شما مخاطبین بسیار ارجمند تلویزیون کانال جدید. میلاد رسایی منش هستم. امروز چهارشنبه 4 بهمن سال 1402 برابر با 24 ژانویه 2024 و این سومین قسمت از مجموعه برنامه‌های رویدادهای امروز است که من به همراه سایر همکارانم این برنامه رو تهیه، تنظیم و به شما عزیزان تقدیم می‌کنیم. امیدوار هستیم تا آخر برنامه همراه ما بمونید. نخست نگاهی می‌کنیم به چند خبر مهم روز. در فقدان ایمنی محیط و شرایط نامناسب کار، 33 کارگر در شهرهای قم و سمنان حین کار دچار حادثه شدند. طی این حوادث 3 کارگر جان خود را از دست دادند و 30 تن دیگر مصدوم شدند. در خبر دیگر، یکی از کانال‌های نزدیک به نهادهای امنیتی از بازداشت یک گرداننده صفحات مجازی در بوشهر به دلیل انتشار مطالبی در رابطه با وقایع اخیر کرمان خبر داد. خبر بعد این که مراسم خاکسپاری پیکر فریار امینی پور روز جمعه 6 بهمن ماه با مشارکت عمومی در آرامستان آیچی شهر سقز برگزار خواهد شد. منزل الهه رمضان پور روزنامه نگار حوزه بهداشت و درمان ساکن گرگان توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفته است. ماموران شماری از لوازم شخصی وی را نیز ضبط کردند. و بالاخره این که بنا به گزارشات رسانه‌های وابسته به حکومت در ایران، سهمیه آرد نانوایی‌ها به شکل چشمگیری کاهش یافته است. گزارش‌ها در ایران حکایت از کم شدن سهمیه آرد نانوایی‌ها دارد. اسقر پابرجا رئیس سابق اتحادیه نانوایان سنگکی تهران روز سه‌شنبه 3 بهمن در گفتگو با خبرگزاری حکومتی ایلنا از کاهش چشمگیر سهمیه آرد نانوایی‌ها خبر داده است. به گفته او از هر کیسه آرد با کیفیت 110 تا 115 عدد نان سنگک به دست می‌آید. حالا نانواها موظف شدند این مقدار نان را به 40 مشتری بفروشند که به هر نفر حداکثر 3 نان میرسد. در اظهار نظر دیگر در همین رابطه، فاطمه نظری رئیس اتحادیه نانوایان سنتی نیز در گفتگو با روزنامه شرق گفته دولت در رسانه ها این واقعیت را تکذیب می کند و مشتریان را به جان نانواها انداخته است و آنها تصور می کنند نانوایان دروغ می گویند. به نظر بسیاری از کارشناسان، سیاست‌های اقتصادی حکومت اسلامی در 14 دهه گذشته نتیجه جز فربه و پولدار شدن مقامات و هر روز فقیرتر شدن مردم به شکلی که امروز برای نان هم باید سهمیه گذاشت در بر نداشته است. جمهوری اسلامی چرا سهمیه آرد را کاهش داده است و تبعات این سیاست برای مردمی که قسمت اعظم رژیم غذاییشان نان است چه میتواند باشد؟ بحث بسیار مهمی است که به گفتگو خواهیم نشست با شهلا دانشور، دبیر کمیته سازماندهی حزب کمونیست کارگری ایران که همراه ما شدند در این برنامه. شهلا دانشور، خیلی خیلی خوش اومدید. زمینه‌ها و دلایل طرح کاهش سهمیه آرد از جانب حکومت به نظر شما چیه؟ فکر می‌کنید جمهوری اسلامی چه اهدافی رو در کاهش سهمیه آرد دنبال می‌کنه؟ بله، به شما بینندگان گرامی سلام دارم. خب مدته که بحث گرانی نان هست، جمهوری اسلامی جرأت نمی‌کنه مستقیما این کار رو بکنه. مثل همه عرصه‌های دیگه، مثل همه زمین‌های دیگه، اقلام دیگه معیشتی سعی می‌کنه پلکانی به شکل‌های مختلف این کار بکنه. الان با سیاست کاهش سهمیه آرد برای نانوایان عملاً نان گران میشه و اون وقت همونطور که در خبر شما ذکر کردید مردم رو به جان نانوایان میندازه، مردم رو به جون همدیگه میندازه. ولی این در کشوری که نون هم سهمیه بندی میشه و هر نفر فقط 3 تا نون بهش داده میشه، در آخرین لحمه نون کارگر و مردم حقوق بگیر این جامعه رو که فقر و فساد و بیتامینی پدرشون رو درآورده، آخرین لغمه نون اونها رو داره از صبحشون میدوزده، خب نشون میده چه خبره. این حکومتی که خب بارها گفتیم
اساسش رو راندخاری، رو دزدی، رو چپاوله و بودجهش میبینید که اساسا بودجه پروار کردن نیروی سرکوب و دستگاه های مذهب که اونم دستگاه سرکوب اساسا ساختار دادن به خودش برای عقب زدن مردم و همین دلیل برای این پول لازم داره. از یک طرف هم خزانش خالیه و بار اون رو به دوش مردم میندازه. بنزین رو الان گرون کردن، اقلام مختلف معیشت گرون شده، درمان گرون شده، 46% درمان گرون شده، مسکن گرون شده و این هم الان هم به مسئله نان رسیده و این یعنی دیگه بازی کردن با آتش، چون مسئله زندگی و معیشت و میبینید که چه خبره تو سطح جامعه. نان گرون، در این حال بازار احتکار رو افتاده، یه سری نانوایی ها که یه سری صاحبان نانوایی که امتیاز دارن و سهمیه آرد میگن سهمیه آردشون رو تو بازار آزاد میفروشن به قیمت گرونتر و این هم باز به درجه بازار احتکار رو انداخته که خود این باز دست خود دار دسته های حکومت این هم بیشه وقتی به اینجا میرسه دست خودشون در کار هستش. و از طرف دیگه هم خب وقتی که سهمیه آرد کم میشه بنابراین قیمت آرد به قیمت آزاد که خیلی تفاوت 600 هزار تومان اون وقت قطعاً گرونی نان رو در پی خواهد داشت. بله، اما سوال بعدیم رو اینطور مطرح کنم از شما، کاهش سهمی آرد نانوایان و به تبع اون افزایش قیمت نان به نظر شما چه تأثیراتی رو در زندگی مردم به لحاظ اقتصادی و سیاسی میذاره؟ بله ببینید، اولا هم مردم رو زیر فشار سنگینی قرار میده، خب نون گرون میشه، هر قلمی از اقلام معیشتی گرون میشه تاثیر خودش رو گرانی بقیه اجناس هم میذاره، همونطور که اشاره کردم مسکن، درمان، نان، میوه، گوشت، تخم مرغ، همه چی. و این معیشت مردم رو بیش از پیش به خط تباهی میرسونه و مردم اینو میدونن. این مستقیما فشار گرسنگی، تغذیه بد و وضعیت وخیم اقتصادی رو برای مردم در پی داره و خود نانوایان هم از اون بر با معضلات رو برن، با معضلات شغلیشون، درآمدشون. به همین دلیل تو همین هفته ما دیدیم که نانوایان تجمع کردن در 27 دی ماه بود، تجمع کردن در تهران در رابطه با همین مسئله. اونا مسئله معیشت و شغلی و کاری دارن و با این مضر رو برن. خب تاثیرات سیاسی اون چیه؟ تاثیرات اون به نظرم همین الان اگه توجه کنید یک مسئله سراسری اعتراض مردم علیه فقر، علیه بیتامینی، علیه اختلاس، دزدی، فقر، فساد، گرانی میریم تا سرنگونی شعار انقلاب زن زندگی آزادی بود. الان شعار بازنشسته تو کرپ خیابون اینه که اتحاد اتحاد علیه فقر و فساد، درد ما درد شماست، مردم به ما ملحق شوید. خب این مردم رو خشمگین‌تر میکنه، متعرض‌تر میکنه و این به ویژه تو جامعه‌ای که اینطور تو تلاطم مبارزاتی است، تو تلاطم انقلاب است و حکومت هم میبینه چطور وحشت کرده. همین امروز دید تجمع کارگران قراردادی نفت رو در مقابل وزارت نفت، بخش‌های مختلف، تمام بخش‌های مختلف نفت، کارگران فولاد اهواز، کارگران زغال، همه اینا اعتراضاتشون رو نگاه میکنیم، محورش مسئله افزایش دستمزد، محورش علیه گرانی، علیه فقر، علیه بدی معیشت و اینها شدت میده به این مبارزات. جمهوری اسلامی از همین وحشت کرده که میبینید از یک طرف نون گرون میکنه، از طرف دیگه سرکوباشو شدت میده، جامعه محکم ایستاده در مقابلش. اما اجازه بدید در این بخش نگاهی بکنیم به نظر کاربران در پلتفرم ایکس. این موضوع مهمی هست و از نظر کاربران هم دور نمونده. کاربری در حقیقت در این در تو با این مورد و موضوع اظهار نظر کرده به این شکل که واژه ها معنایشان را از دست دادند، به جای اخراج از کلمه تعدیل نیروی انسانی استفاده می کنند، حتی بالا رفتن قیمت ها را به تعدیل قیمت ها تعریف می کنند، به جای فیلترینگ از صیانت و به جای بهره بانکی از سود در مشارکت، و بالا رفتن قیمت نان را متناسب سازی قیمت ها نامیده اند. کاربر دیگه ای هم خیلی سریع به اظهار نظرش بپردازیم.
گفته قیمت دلار اوج گرفته، نان جیره بندی شده، بنزین سهمیهش کم و قرار گرون شه. در این بین قتل هشتگ محمد قبادلو و هشتگ فرهاد سلیمی در یه روز دورانداختن ماشین اعدام توسط جاش یه هدف داره: ایجاد وحشت در جامعه و جلوگیری از شکل گرفتن اعتراضات خیابانی. اما به عنوان آخرین سوال از شما شهلا دانشفر، جمهوری اسلامی میدونیم که مدت هاست میخواد به نان در سفره مردم هم حمله بکنه. به نظر شما امروز و با توجه به کاهش سهمیه آرد نانوایان، مردم چطور میتونن موانع رو از افزایش قیمت نان از پیش بردارند؟ ببینید، الان همینطور که این کاربران عزیزم گفته بودن، جمهوری اسلامی از اون بر تعرضات معیشتی رو وارد میکنه، از اون طرف در کنارش سرکوب و میخواد بر خودش چند سبایی هم شده عمری بخره و وحشت داره از اعتراض مردم. بنابراین در مقابل این کاری که باید کرد گسترش اعتراضات. این اعتراضات وجود داره، مردم نمیتونه، مردم نون میخوان، مردم غذا میخوان، مردم مسکن میخوان، مردم جمهوری اسلامی رو نمیخوان و این ایستادیم تا پایان حرف جامعه است. برمی دارید گسترش اعتراضات یک پاسخ محکمی به سرکوبگری های حکومت و به تعرضات معیشتی حکومت. همونطور که کارگر فولاد اهواز شعار میده نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد و بر سر خواست و مطالبهش ایستاده، همونطور که کارگر زباهن این کار میکنه، همونطور که در نفت است. این اولین قدمه، گسترش اعتراضات یه پاسخ محکم به سرکوبگری های حکومت و به تعرضات معیشتی حکومت. دوم، اتحاد مبارزاتی بخش های مختلف جامعه در برابر این تعرضات. هر اعتراضی، هر حرکت اعتراضی باید با حلقه حمایتی مردم پاسخ بگیره و به علاوه اعتراضات مشترک از نوع اعتراضاتی که بازنشستگان انجام میدن. به طور مثال در همین هفته در کرمانشاه دیده چه قوقایی بود، بخش های مختلف بازنشستگان با هم تجمع گذاشتن و یه محورشون این بود که اگر میخواید با خشونت و با سرکوب ما رو بترسونید، ما نخواهیم ترسید. این پاسخ محکمی که داده میشه و به علاوه جلو آوردن خواستای معیشتی و تحمیل اون و فشار آوردن به گرده حکومت. ما میدونیم که حکومت اقتصادش داغونه، میدونیم که راندخاری کار رو به جای رسونده که یک مش باند مافیایی به جون این جامعه افتاده و حتی موندن تو حقوق کارگر رو بپردازن، ولی همین اعتراضات یعنی گسترش همبستگی های مردمی و همین اعتراضات یعنی عقب زدن حکومت، اعتصابات سراسری، تجمعات سراسری بر سر معیشت، علیه گرانی نان، علیه فقر، همه اینها میتونه چرخ اقتصاد حکومت رو بالکل متوقف کنه و طبعا تاثیر مستقیمی داره روی گرم کردن فضای اعتراض در کف خیابان. به نظرم باید تو این ابعاد به مسئله نگاه کرد و تو این ابعاد خودمون رو سازمان بدیم، هم اون ابزار سرکوب دست حکومت بگیریم و هم اتحاد مبارزاتی خودمون رو مستحکم تر کنیم و هم اعتراضاتمون رو گسترده تر و متعرض تر جلو ببریم. متشکرم از شما شهلا دانشفر، دبیر کمیته سازماندهی حزب کمونیست کارگری ایران، که این بحث رو با من به گفتگو نشستید. متشکرم و سپاس ویژه از شما مخاطبین بسیار ارجمند تلویزیون کانال جدید. گزارشات خودتون از گرانی ها و تجربتون در نانوایی ها را از طریق شماره که روی صفحه میبینید در پلتفرم های تلگرام، واتساپ و سیگنال به دست ما برسونید. میلاد رسای منش هستم. تا برنامه بعدی رویدادها، لحظاتی پر از تندرستی و پیروزی رو برای شما عزیزان آرزومندم.